سلام، خوش اومدید به یک قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. تو این ویدیو چک خدا کوشی از آرتا و مهراد هیدن رو قرار با هم دیگه بشنویم. مهراد هیدن این بار شانسش رو یه جوری دیگه از بغل امتحان کرده برای تو دل مردم جا شدن. یکی از دوتا ترکی که آرتا گفته بود میاد بیرون و لینکش رو دیسکریپشن هست. بر صورت از کانال یوتیوب آرتا کارو گوش میدیم، شما میتونید از اونجا کارو استریم کنید. به جز اون لینک کانال مشترک من و رامتین، یعنی دلول، کانال مشترک من و نیما یعنی اسفندره توی دیسکریپشن وجود داره. دوستاشید به اونجا سر بزنید، هرچند محتوا برای دو ماه خورده ای قبل. به هر صورت اسمشون تکرارشه که از ذهنمون نره دیگه، کم کم هشتگ بعد کنین دلول و اسفندره رو. و اگر فور گنگ ها رو با چی توی کامنت بریم بشنویم خدا کوشی از آرتا و مهراد هیدن رو. خب آرت ورک کار یه سری ابر هست، همونطور که هر کسی انتظارش از خدا اینه که تو آسمون باشه. یعنی اولیه ترین انتظار از خدا اینه که تو آسمون باشه، چون تو زمین که داریم میبینیم، خودمون تو زمین هستیم میبینیم دور و برمون، خبر نیست. خب آسمون از طرفی، مثلا اگر جاهایی باشید که آسمون خیلی حالا دیگه نوری کمتره و راحت میشه، یعنی بهتر میشه آسمون رو دید، خدایی آسمون جای خوبیه برای دنبال خدا گشتن. خیلی مرموزه، خیلی رازآلوده. حالا یه سری آسمون داریم و یه سری ستاره و ابرای سفید و مشکی. بیت پرودوسر پرود بای کووی ایکس او از اونور وی ای کوای احتمالا مسترینگ بای امیلی وی ای دیوا، پرودوس بای آرتا دیوا. شانسش اومده از این ور امتحان کنه دیگه، سمت تتلو متلو که دیگه نباید رفت. آرت ورک بای اماد بیارزه. اماد کامبک زده به این آرت ورک. اماد کل سفت سرش کار خودت، یعنی طراحی دستیه این آسمونه. مثلا سیاه قلم که نیست، اگه هست ایول، اگه نیست صحبت میکنیم با هم. 3 دقیقه و 26 ثانیه برو بریم. درامنان رگتون جاتمون بده دست نگاه تلا رو فیلم ها رو میبینم که هم بر نمیان. چرا این آدم ها تو ببین اگه من نمیاد صدام، گفتی بر آدم ها تو ببین اگر نمیاد صدام که هم بر نمیان. چرا این آدم ها تو ببین اگه من نمیاد صدام، گفتی برام اونا بهش و جهنم. چه جوری باور کنم چرا قیده تو نزنم، آخه من که نهیدم ات فقط اسم تو بلدم. اگر نشونه بده ببین حاجیست حس بگم خدا اگه بود آرت لب ازش میگرفت اینجا. چه یه وقتی ندیدم چرا قیدتو نزنم، لعنتی اون روز زنگ زدم کجا بودی؟ قیدتو نزنم آخه من که ندیدم ات فقط اسم تو بلدم. بگه نشونه بده بگو برم تو عدب خدا کشی. کل این مدت بگو کجا بودی حاجی؟ دونم تنهایی بداشت ولی تو آرومی. حس میکنم چرا بر ربکا انگار خونده ترکو. میگن تنهایی بنویسی ترکاتونو دوست دخترتون نیاد پیشتون واسه همینه. تنهایی بذاش ولی تو آرومی. حاجی خیلی وایب عشقیه، خیلی وایب لاغه. تو قراره که باشه بگو از آمونی. بگو خدا کشی اگه نمیگفتی که هرچیش تو آمونی. میگفتی که هرچی چه تو بامونی. تا که ای قراره که باشه بگو بازمونی. بگو که درست میشه همه چی. این همه سال ایچ که به دادمون نرسی. ولی با حال ترک ناموزن. این همه سال ایچ که به دادمون نرسی. درام لاین ریپلیسمنت اگه اشتباه نکنم ها، نمیدونم از این بعد بهش اینو بگیم. جاگذاری یعنی صداها فقط عوض شد، جاگذاری هم خیلی باحال شد. درست میشه همه چی. این همه سال ایچ که به دادمون نرسید. بگو این همه آدم هر روز میمیره برای چی. یکی خدا کشی. این همه سال بگو بستم کجا بودی. حاجی خیلی کچی بود، کورس بود. من فقط اون یه تیکه خدا کشی فلان اصلا کجا بودی فلان فقط یه بار شنیدمش، الان تو مغزم داره ریپلی میشه. خیلی کچی بود.
باد. نورانیه این مشعل افتاب تلایی پر رنگ خون تو رگ من سرخابی شرابی من اهل زندگی هم آرامش نهایی جا نمیشه اوقاب تو قفسه یه قناری حس میکنم واقعا نمیپذیرن ملت این بیتا رو از مهراد. زود قضاوت کردم، زود پاس کردم. بذار ادامه بدیم. جا نمیشه عقاب تو قفسه یه قناری این در و دیوار میکنه آدم و روانی زیاد من نمیره این دوران کذایی کاش که میشد تو اکین خونه نسازیم کاش که میشد تو اکین خونه نسازیم کاش میشد چی خونه نسازیم؟ میشو تو اکین خونه نسازیم کاش صدا برسه به تلا هر جایی خدا کوشی کل این مدت بگو کجا بودی دونم تنهای علی به جاش تو آرومی خیلی به حال اوج گرفته بعد از میگم بعد از اون ریپلیسمنتمون ولی اون یهاش نمیدونم به گوش من زورچپونی میاد انگار در نیومدا میدونی چی میگم این جوریه همه چیز دیگه ترک تا اینجا به نظرم خیلی به حال خدایی خیلی مرموز و رازآلود و خیلی مستقیم نیست من این مستقیم نبودنش رو دوست دارم از لحاظ لیریکی لیریکسی ورس آرتا رو واقعا بیشتر دوست داشتم ورسای هیدن کلا لیریکسای هیدن خود نامفهومه یعنی خیلی تو دنیای خودش مینویسه و دنیاشو نمیرسونه به ما باید تو دنیاش باشی تا بفهمی چی میگه ولی حالا مدت بگو کجا بودی دونم تنهای علی به جاش تو آرومی تا کی قراره که باشه بگو واسمونین خدا کوشی عالی خدا کوشی آرتا و مهراد آهنگسازی پرودکو KXVI دیگه من نمیدونم واقعا چی خونده میشه ساختار ترک خیلی باحال بود بهتر بیشتر چیزی که نظر من جلب کرد سکشن بندی استراکچر موزیک بود قسمت‌های مختلف داشت قسمت‌های مختلفش خیلی چیزایی نبود که ما تو ترک‌های دیگه ببینیم دقیقا منظورم قبل از این درام سوئیچی که داشتیم هر چی تو بیت نرم این سوئیچمون اتفاق افتاد به نظر من تو وکال پرفورمنس دوتا آرتیست هم به همون نرمی شاید نرمتر این سویچ نشون داده شد و تأثیرش رو گذاشت توی ورس میرازیده یکم به نظر من سویچ باحال تر بود خدایی تنها چیزی که تنها بدی که توی ترک من به گوشم خورد واقعا یعای مرادیدن واقعا انگار زورچپونی بود یعنی انگار نمیدونم به گوش من انگار در نمیومده بود آخه میبینین شاید هم به خاطر اینه که من دیروز جیکوب بنکس گوش دادم جیکوب بنکس رو گوش کنی یه آرتیست بلوزه دقیقا همین استفاده از حنجره‌ای که اینجا مرادیدن یه نمونه ازش رو استفاده کرد کلا این نوع استفاده از حنجره که امیر تتلو هم زیاد تو رپ فکر کنم اولین کسی که آوردش توی آرمبی فارسی امیر تتلو بود جیکوب بنکس رو گوش کنید کلا وکالش اینجوریه اصلا یه کاری با حنجرهش میکنه که اصلا مثلا بعد 3 دقیقه من که انقدر دقت میکنم من طرف داره چیکار میکنه به خودم میام میبینم همش اینجوری داره میخونه خیلی خفنه خب نمیدونم شاید به خاطر اینکه دقیقاً من دیروز جیکوب بنکس گوش دادم و جولای اون خب این نوع استفاده از حنجره خیلی آماتور بود دیگه نسبت به جیکوب ولی به هر حال میگم نظر من اینه که لیریکس آرتا یه خورده مرتبط در و یه خورده میدونی جفت مسیرهایی که پیش گرفتن آرتیست تو شعرشون یه مسیر غیر مستقیم و یه حالت بردن گلایه پیش خدا بود چون هممون الان این روزا گلایه داریم هممون غور داریم هممون حالمون دور از جون شما کیریه و واقعا به هیچ کی هیچی نمیتونیم بگیم به سازمان ملل اعتراض میکنیم میگی اونا چیکار دارن به خدا اعتراض میکنیم میگی اینا چیکار دارن به یکی دیگه اعتراض میکنیم میگی اینا چیکار دارن میگم
نیشکی نمیدونه اصلا چی کار کرد. این یکی از روشایی بود که ما بلدیم، همیشه ناراحت میشیم به خدا اعتراض میکنیم و با تمام غیر مستقیم بودنش من بدم نمیاد واقعا، هم از مسیری که پیش گرفتن، اینکه مثلا یه ترک ببندیم شک به خودمون وارد بدیم که آیا اصلا خدا میبینه ما رو، میشنوه، هست نیست فیلان بیسار، و بردن اعتراض پیش خدا دیگه. کنم میگم من مسیر رو دوست داشتم. آرتا به نظرم تو لیریکس بهتر انجامش داد. مهراتیدن با تمام از دل مردم بیرون رفتنش و چی میگن بیرون افتادنش، به نظرم تو پرفورمنسش داشت بهتر انجامش میداد. 100% وکالیست توانمندتری از آرتا، اما اون یه تیکه زد تو گوش ما، چی میگن زد تو ذوقمون، و با حال بود ترک. میدونی چیزی بود که کاملا وایبش رو میگرفتی، حتی اگه مثلا من نصف ورس آرتا رو یه چیزایی حدس میزنم چی داره میگه، ولی وایب کاملا قابل متوجه شدن بود و وایب رسیده میشد به آدم. با تبدیل تجربه اول ماشین ترک برای من خوبه، من هفتم با این ترک. ترک در نوع خودش منحصر به فردی بود، هم از لحاظ پروداکشن، هم از لحاظ ساختار موزیک، هم از لحاظ همین دیگه، از لحاظ دیگه نه. و کلا میدونی اون تنها بودن و اون مثل اینجوری بودن که مثلا خدا کشی فلان، اون دقیقا اون کلمه رو میرسون دادم و فکر کنم هدف موزیکم همین بود. من 7.5 بهتره. شما نظرتون رو بنویسید راجع به ترک، راجع به ریاکشن ویدیو. ویدیو رو دوست داشتید لایک نذاشتید، دیسلایک. تبدیل تجربه اولین ما شنیدنتون هم بنویسید. ویدیوهای کانال رو دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره، اگر یه دونه، نه اگر که نه یه دونه زنگول بغل سابسکرایب وجود داره که اگر خواستید از آپلود ویدیوی بعدی مطلع شید میتونید زنگول رو فشار بدید و از طریق نوتیفیکیشن بهتون اعلام کنه که ویدیو آپلود شده. مواظب خودتون باشید. مرسی که تا اینجای ویدیو دیدید. تا ویدیوی بعدی، فور خدا کشتی کجا بودی؟ یه خدا کشتی.